سلام به همگی، خوش اومدین. من حدوداً یه دو ماه پیش این جورنی مسیر اینی که لایو بخوام بیام و فعالیتامو زیاد کنم شروع کردم و خیلیا معتاد این لایوهای من شدن مثل خودم. من دیگه چند روز که نباشم سری میان میگن لایوا کجاست، چرا نیستی؟ سر فیلم برداری هستم و زمان کاریم مثل خیلی از شغل‌های دیگه دست خودم نیست و اینه که اسکیجول کنم چجوری بتونم بیام، متاسفانه دست خودم نیست. ولی الان توی سنترال پارک منهتن تو دل پارک نشستم، داشتم موسیقی گوش میدادم، آهنگ گوش میدادم و از منظره روبروم لذت میبردم. گفتم لایو بیام و در مورد یه موضوع خیلی کوچولو که این روزا بهش فکر میکنم حرف بزنم. و این هم یه دفعه به ذهنم اومد چون بر حسب اتفاق یه ویدیویی توی اینستاگرام دیدم از اینایی که الان مود شده توی ایران، یه نفر یه میکروفون میگیره دستش میره جلو آدمایی که تو خیابون دارن راه میرن و حالا یه سوال میپرسه یا به یه چالشی دعوتشون میکنه. و این ویدیو، این پیجی که داشتم نگاش میکردم اینجوری بود که میرفت میگفت که از سوال بگو که از بالا سر تا پایین پا چه برندی پوشیدی و قیمتش چنده. همینجور داشتم نگاه کردم، چند تا از ویدیو این پیجه رو نگاه کردم، خیلی هم برام جالب بود که تو ایران چقدر این قضیه ای که مارک بپوشی و برند بپوشی و گرون بپوشی و این چیزا چقدر مهمه. هزاران هزار کامنت که دروغ میگه، راست میگه، نمیدونم بلوف میزنه، از این حرفای این شکلی اینا. بعدش اینجوری دیدی تو اکسپلور دیگه مثلا رفتم، بعد یه ویدیو دیگه دوباره از یه پیج دیگه دیدم که چیز توی مایا مثلا نمیدونم بگو الان تو حساب بانکی چقدر پوله، مثلا یه همچی چیزی. تموش چند تا ویدیو اینجوری دیدم و همینجور تو فکرشم بودم که چقدر این چیزا مثلا متاسفانه مهمه، چیزایی که دوپومینه. نه که دوپومین مهم نیست، اینا همه بری خرید کنی و بری نمیدونم مثلا همه چیزایی که مال دوپامینه. دوپامین تنها هورمون شادیه که توی بدن اعتیاد آوره، دلیل اعتیاد به هر چیزی دوپامینش، حتی فکر کردن زیاد دوپامین ترشح میکنه. anyway اون شد و ساعت ها گذشت و رفتم سر فیلم برداری و اومدم و موبایلم تو هتل بود، برگشتم و دوباره موبایلم رو روشن کردم، منم توشتم اکسپلورم ویدیوهای اینجوری داره. یه لحظه اومد به هم که الگوریتمی که توی شبکه‌های اجتماعی ساخته شده دقیقاً الگو برداری شده از دنیایی که داریم زندگی میکنیم. یعنی روی هر چیزی که تمرکز کنی، توجهتو بهش بدی، از اون بیشتر بهت نشون میده تو شبکه‌های اجتماعی. اگه کسی هستی که مثلا ویدیوهای ورزشی زیاد میبینی، که بنده خیلی ویدیوهای ورزشی نگاه میکنم، اکسپلورم همش چیزای ورزشیه. یا مثلا چجوری مثلا سیستم تو هک کنی، سیستم بدن تو، با چه غذایی میشه سیستم رو هک کرد، هورمونا چجوری کار میکنن، مغز چجوری کار میکنه، یه چیزی اینجوری به من نشون میده. من به این چیزا علاقه دارم. این من اون روزی که الگوریتم شبکه‌های اجتماعی از حالت معمولش در اومده بود و رفته بود تو، یهو یادم اومد که همینه دنیایی هم که ما داریم الان زندگی میکنیم، این از اون ایده برداری شده که به هر چیزی که توجه میکنیم و هر چیزی که تمرکزمون رو در واقع بهش میدیم،
چون تمرکز ما خلق و خالقه، تمرکز ما پروردگاره، تمرکز ما دلیل ایجاد شدگیه هر چیزی که دور برمونه، از همون هی بیشتر و بیشتر میشه. یعنی جهان هستی انقدر خودش رو دوست داره که ما خود جز اون هستیم، که هر چیزی که تمرکز میکنیم همون وسعت پیدا میکنیم. من برمیگرده، داشتم یه لایف کوچینگ داشتم با یه عزیزی مشاور خصوصی، داشت میگفت که آره همسرم اینه، همسرم اونه، همسرم این شکلی، همسرم این کار کرده، و بله الگوریتم کائنات. گفتم انقدر تمرکزت روی نقاط مقاومت و مبارزه همسرت هست که دیگه همه چیزش، همه کاری که میکنه شاید دیگه اصلا حتی قصدش همون نباشه، از اون نشأت میگیره برای تو. تو وقتی که نگاهت فقط به مقاومت اون فرده، به مبارزه‌ای که در خودش داره و توی زندگی داره با تو میاره، اینقدر تمرکزت اونه که اونم وسعت پیدا میکنه. جهان هستی خیلی فرمولش از این لحاظ خیلی فرمول ساده ای داره، ولی سخت و پیچیده از لحاظ اینه که چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم و اجراش کنیم توی زندگی خودمون. کش دوباره برمیگرم الان اینجایی که من نشستم، یه درخت شکوفه هم بالای سرمه. به سالها زندگی خودم با همه خوب و بدیاش، پایین و بالاش، سبکی و سنگینیاش، همش که نگاه میکنم، به هر چیزی که گرایش قلبیم بوده، واقعا گرایش قلبیم بوده و احساس میکردم تجربه کردن این به خرد من اضافه میکنه، تجربه کردنش یه خدمتی به منه و از طریق من که وسیلشم یه خدمتی به دنیاست، نگاه میکنم و اینم خیلی از چیزایی که گرایش قلبیم بوده رو حیات کردم و خاطر تبدیلش کردم، فقط و فقط دلیلش تمرکزم بوده. خیلی مخصوصا توی سالهای اخیر تشخیص اینی که چه چیزایی بهم سروتونین میده و چه چیزایی بهم دوپامین میده. سروتونین هورمونیه که هورمون شادیه که در بدن احساس سعادتمندی ما میاش میکنیم، احساس خوشحالی حقیقی. سروتونین اعتیاد آور نیست و ایتریاله. یعنی چی؟ یعنی معنویه، از عالم بالاه، از عالم سبودی نیست. دوپامین لذته، پلژره، نه که ما مسئله با دوپامین هست. دوپامین شما نیاز داری که تمرکز کنی، دلیل تمرکز ما دوپامینه، ولی از همین عالمه. برای مثلا یک کسی که مثلا روحیش پایینه میگه خوشم برم یه خریدی کنم حالا بهتر شه. اگه روح دپ هستیم، داریم یک قسمت از وجودی خودمون رو پرشر میکنیم، فشار میاریم پایین نگه میداریم و با اون دوپامین کیکی که میخواییم بریم با خرید بگیریم در واقع خوشحال نمیشیم. اون یه لحظه پلژر بهمون میده، لذت لحظهی بهونه، چون مادیه، معنوی نیست. بله بله، سروتونین ماندگاره، تو گات توی گات میشینه، گات میشه شکم. و من داشتم این سالهایی که مثلا اینا رو یاد گرفتم، همچین خردی تو دنیا هست که منم ازش بهره ببرم، شاگردشو کنم، تو این سالها که شاگردی این اطلاعاتو میکنم، میام انتخابا اون تمرکز من، اگه من میدونم خلق و خالقه و میدونم هم گرایش قلبیم چیه، میدونم از طریقش چه خدمتی میخوام به این دنیا بکنم و اون به من چه خدمتی میکنه، بیشتر رو پایه سروتونینی میذارم که ماندگار باشه تو این سیستمم. سپیده عزیز، چطور سروتونین رو ببریم بالا؟ مدیتیشن. مدیتیشن بیشترین سروتونین رو توی بدن ریلیس میکنه. بله دیدین،
این مانکا رو که نگاه میکنی از آدم که خیلی ساعت میتشه میکنن جیم سنی رو که لبخندی جیرو به لبشونه، چون تو آمیگدلاشون با آدم که مغزشون اینقدر سیروتونین ترشح کرده که انگار مثلا یه فضایی دیگه دارن زندگی میکنن، سیروتونین بدنشون خیلی بالاه. چشم سیف میشه. در مورد شک و تردید بگم، جای حسین هم خالی آخه برم مسافرته. شک و تردید خیلی ساده بخوام بهش، وقتی در مورد شک و تردید میرسیم، اینی که دنیای ما دنیای تضاده، یعنی هر چیزی که وجود داره به خاطر تضاد، و شک و تردید مال ذهنه، مال ایگوه، مال منیته. کتاب جهانی نو بای اکهارت توله، جهانی نو، اگر نخوندین بخونین، حتما بخونین، که در مورد ایگو و منیت آدم بدونه، در مورد تندیس دردش بدونه. چرا اصلا انتخابای ما که فیلم کنیم خیلی مهمه، ولی فهم ایگو ما بوده. حالا anyway، شک و تردید مال ذهنه، مال ایگوه. ما چون بلد نیستیم به شهودمون خودمونو کوک کنیم، به شهودمون برگردیم، به حسش چیه. به جاش مقایم از ذهن جواب رو بگیریم، مقایم از ذهن جواب رو بگیریم. ذهن هم کارش تضاد دیگه، سنگینی هم نشون میده، شهود اون اصل و منبر رو نشون میده، شهود اون عشقه رو به یادآوری میکنه، چون حسشه، چون زبان جهان هستی زبان حسه. ما به خاطر حسامونه که تکون میکنیم، به خاطر حسامونه هدفی داریم، به خاطر حسامونه مسافرت میریم، خانواده تشکیل میریم، خرید میکنیم، به خاطر حسشه. خود خودمون شیه حسه بود تو دنیای سمودی نیست، به خاطر حس پشتشه که در ما ایجاد میکنه. زبان جهان هستی حس ها هست، احساساته. یا به شهود مرخون وکوب میکنیم، یا در تضادش، باید تضاد وجود داشته باشه، در ذهن و منیت و ایگو میریم، از تعادل خارج میشه، به شک و تردید تبدیل میشه. از ذهن میخوایم آروممون کنه، از ذهن میخوایم این بازی کثیف رو تعدیل کنه، ولی از شهود، از حسشه که میتونیم از شک و تردید در بیاییم. بله آراد عزیز، روح آراد عزیز، از سرزنش میگین، از سرزنش بگین، سرزنش رو ما یاد میگیریم، سرزنش رو یادت دادن وقتی بدونی اومدی که فقط یه گله عشق و اشتیاق و کنجکاوی و معصومیت و همه اون اصلمونه دیگه، اصلمونه. و سرزنش رو یادم میدن، دلیلی که سرزنش رو یادم میدن به خاطری که یه قبلا اینو هزار بار گفتم، الان میگم چون تکرارش مهمه. یه قبیله آفریقایی هست که یه چیزی انجام میدن به نام اوبونتو. اوبونتو یعنی که یه کسی که یه کار اشتباهی انجام میده، یه ضربه به قبیله یا به خودش یا به افراد اطرافش میزنه، میارنش وسط ویلج، وسط قبیله شون، بهش یادآوری میکنن تمام عشقی که هست، کار خوبی که تا الان انجام داده، همه کمکایی که کرده، خدمتی که کرده. دلیلی که این کارو میکنن اینه که میخوان با عشق، یه مقاومت این فرد ایجاد کرده دیگه، میخوان با عشق ملاقاتش کنن که از اون تجربه‌ای که مقاومت ایجاد کرده بیفته، از اون تجربه بیفته، توی عالم بالاتر، توی جایگاه بالاتر، توی لول بالاتر ملاقات کنه بقیه رو. چون راه حل اینه که اون فرد از اون مقاومت، از اون کار مبارزه داری که توی قبیله انجام داره بیفته، اینه که با عشق ملاقاتش کنی، با شفقت ملاقاتش کنی، با یک انرژی دیگه، چون راه حلش توی انرژی دیگه است. هر چالشی که داریم راه حلش توی انرژی دیگه است. هر چالشی که داریم ذهن ایجاد کرده، ذهن یه قضاوتایی میکنه و اون قضاوتا یه انرژی داره، یه فرکانسی داره، جوابش، راه حلش تو اون فرکانس نیست، توی یه فرکانس دیگه است، فرکانس سبکتره، آسوده تره. اون فردو میارن
عشقی که هست رو بهش یادآوری میکنن که از اون تجربه مبارزه دار، از اون مقاومت بیفته. سرزنش یعنی که من یه کاری رو کردم که به شک و تردید دارم، یعنی به شهودم گوش نمیدم، حالا در مقابلش با مقاومت بیشتر ملاقاتش میکنم و فکر میکنم اگر با مقاومت ملاقاتش کنم این کار رو دیگه انجام نمیدم، در صورتی که همون انرژی رو بیشتر دارم زنده نگهش میدارم، زندگیش میکنم، تازه وسعتش هم میدم توی وجودم با سرزنش. اوبونتو با یوه اوبونتو. سرزنش رو یادمون دادم به خاطر که مام بابای ما، مدارسی که توش بزرگ شدیم، ایران، فرهنگمون با اون پرشر و فشار و مقاومت زیاد میخواد بچه رو توی ترس نگه داره که دیگه این کارو نکن، دیگه چرا این کارو کردی، و این میخواد اونو از این تجربه بنزه، ولی تنها کاری که داره میکنه کودک رو بیشتر توی سرش میبره، توی ذهن میبره، توی ایگوش میبره و با ترس میخواد این کارو نکنه. اون ترس داری اون مقاومت رو بیشتر زنده نگه میداری تو اون فرد. تو اون لحظه اگه میخوای، آراد اسمت بود اگه اشتباه نکنم، اگر میخوای سرزنش بیای بیرون، مدیتیشن شفقت به خود بکن، با عشق خودت رو ملاقات کن، بنویس یه نامه به کودک درونت، بنویس با عشق ملاقات کن، بگو چون من خودم رو خیلی دوست دارم، یه سری کارا رو دیگه که بهم خدمت نمیکنه نمیکنم، نه اینکه میترسم، نه اینکه آدما میخوان قضاوتم کنن، نه اینکه یکی میخواد منو قضاوت کنه، نه با این انرژی ها ملاقاتش نکن، چون عاشق این دنیا، من عاشق اینی هم، چون خیلی خوبه که وقتی که توی مهر و محبت خودم غرقم و بقیه رو هم میتونم غرقش کنم، به خاطر این انرژیه که من دیگه شاید مثلا یه سری کارا رو که دیگه بهم خدمت نمیکنه رو انجام نمیدم، نه اینکه به خاطر ازش میترسم، نه اینکه از قضاوت میخوام دور باشم، نه اینکه میترسم ترد بشم یا ترکم کنن، نه به خاطر اون. ترس از دست دادن عشق اختیار داره، از دست دادن تنها دلیلی که شما و من و تک تک ما عشق رو همین الان اینجا هست، همینجاست، نمیتونیم ببینیم، موانعی که توی ذهنمون چون تضاد باید باشه توی افکارمون ساختیم، تنها کاری که باید بکنیم که حضرت مولانا میگه این موانع رو کنار بزنیم، دریچه چشم، دریچه چشم بصیرتمون است، قلبمون رو کدر کرده اون رو کنار بزنیم. از دست دادن، تو خودت منبع عشق چی میخوایی رو دست بدی؟ یعنی اصلتو که نمیدونی از دست بدی، تو ازش زاده شدی. شیرین داری میری ویپاسانا؟ آخ میشین جونه. اجازه بده برات رسوخ کنه، اجازه بده تاثیر بذاره رود، اجازه بده اصلا بترسونتت، همه ایموشنای هر احساسی که روی سر میاد بذار باشه، زندگیش کن، ازش میای بیرون، از همش میای بیرون. اگر اومد انرژی در رفت آمد، انرژی که ماندگار نیست، از یه فرم به یه فرم دیگه تبدیل میشه، نه به وجود اومده نه از بین میره، فقط شکل عوض میکنه. تنها اصلی که توی دنیا 100% مطلقه تغییره. پس این احساسی که الان من دارم، احساسی که دارم حس میکنم تغییر میکنه، خوبش تغییر میکنه، بعدش هم تغییر میکنه، سبکش تغییر میکنه، سنگینش هم تغییر میکنه. اونجا هم هنر زنده بودن، هم هنر مردن رو تمرین کنی، همش دلیلی که الان این زیباست به خاطر که هنر مردن پشتشه. کی اومدم؟ خیلی وقت دارم حرف میزنم. ناهید عزیز، میتیشن کوانتوم واقعا عالی بود. نوش جونت. من کوانتوم رو یه دوره بود که 2 بار 3 بار در روز انجام میدادم، ماها نجاتم.
از هر چی میگه why you resist you persist، این جمله انگلیسی خیلی خوبیه، میگه هر چی که توش مقاومت شدید ایجاد میکنی چون قضاوت شدید بهش داری همون رو جذب میکنی، همون رو میاری تو زندگی. چجوری؟ به خاطر که تمرکزت روشه. این لایوه چجوری شروع شد؟ از الگوریتم شبکه های اجتماعی که کپی برداریه از جهان هستی، از این جهانی که تو شریم زنی میکنیم که روی هرچی تمرکز میکنیم الگوریتم شبکه اجتماعی همونو هیبت نشون میده. جهان هستی هم هرچی که روش تمرکز کنی، چه تمرکز روی مقاومت باشه، چه تمرکز روی سبکی زندگی باشه، چه قضاوت شدید نسبت به یه چیزی باشه، چه عشق شدید نسبت به یه چیزی باشه، همون رو چون حسه، زبان جهان هستی حسه، فکر نیست، حسش میکنی، حس میکنی متنفری یا حس میکنی عاشقی، همون رو هی بیشتر بهت نشون میده. و اگه دنبال نشانه این هستی که چرا دوست داشتنی نیستی، انقدر نشانه هاشو بهت نشون میده. دنبال نشانه این هستی که چرا انقدر همه چیز زیباست و تو هم قسمتی ازش هستی و همه چیز دوست داشتنیه، نشانه اونم بهت نشون میده. دلیلی که هم میتونید مدیتیشن کنی یا توش ماندگار زیاد نیستین چون هنوز ذهن تحت کنترل ذهن هستید، هنوز برده ذهن هستید، در واقع اون حضور سوار بر این بدن نیست، این بدن درگیر اون حضور است. یعنی اون حضور، اون دیدن، اون بینگنس، اون روح، اون هوشیاری، اون آگاهی Yes, you can take it. Thank you so much. Appreciate it. یه دونه دیگه سوال جواب میدم و زیاده گویی رو تعطیلش میکنم تا برم موزیک گوش بدم. قرشم توی لحظه میکنم دارم میخونم. چشم بلدی برخصی؟ سوال اینه؟ نه نه دارم فکر میکنم اصلا آلو پرفه هم نه. قدرت نگفتن از این بگم؟ از قدرت نگفتن؟ وقتی نمیتونیم نبگیم بدنمون برای ما نمیگه به فرم مریضی. دلیلی که مریض میشیم اینیه، این هست دلیلی که انرژی، فکر فکر زیاد، اکومولیشن انرژی زیادیه که توی بدن داره هی میره بالا میاد پایین، راهش رو پیدا نمیکنه، راه رهاییش رو. و چون نمیتونیم اون انرژی رو رها کنیم توی دنیای فیزیک خودش رو جذب میکنه، منفست میکنه و به حالت مریضی خودش رو نشون میده. همه مریضی های جسم از فکر میاد، از انرژی که نمیتونه در آسودگی باشه، در سبکی باشه. و وقتی که ما نه نمیگیم بدنمون به جاش برامون نه میگه با مریضی های مختلف. و
تنها دلیلی که رهایی رو رها کردن یه سوپر پاوره، رها کردن یک سوپر پاوره، یه انرژی خارق‌العاده است، یک قدرت خارق‌العاده است که خیلی ازش استفاده نمی‌کنن. دلیلی که نه نمیگیم یا از سوپر پاوره رها کردن استفاده نمی‌کنیم این هست که درد ترد شدن، دوست داشتنی نبودن، مفید نبودن، ارزشمند نبودن، دردش بیشتره و دردناکتره از اینی که به خودمون خیانت کنیم. این مسئله اکثر آدم هاست. درد خیانت به خود باید بالاترین درد باشه اصلا. درد خیانت به خود باید انقدر به شهودمون خودمونو خوب کنیم که بدونیم authentic self، اصلمون چی میخواد از طریق این سیستم، از طریق این بدن، و چی جوری میتونیم به سمتش قدم برداریم. چون بلد نیستیم به اون شهوده، به اون authentic self، زبان اصلمون خودمونو خوب کنیم، وارد ذهن میشیم. از ذهنم ایگو و منیت ماه، میگه اینو راضی کن، اونو راضی کن، تاییدیه اینو بگیر، این با دوست داشته باشه، این ترکت نکنه. و درد اینی که این اتفاق دنیای جهان بیرونی برار سره، اون درد بیشتره. در صورتی که وقتی که ما به authentic selfمون، به اون اصلمون، شهودمون گوش نمیدیم و خیانت به خود رو تمرین میکنیم، مریضی ایجاد میکنیم و حالمون بده. اون درده وقتی که انسان تونست این رو سویچ کنه، درد اینو بیشتر از اون یکی کنه، چون درده هست. وقتی که تونست جا به جاش کنه، درد خیانت به خود بدتر باشه، دردناکتر باشه، سختتر باشه، وقتی این رو فهمید، هم به موقع به موقعش نمیگه، هم به موقعش سکوت میکنه، هم به موقعش ترک میکنه، هم به موقعش دوست داره، عاشق میشه، عشق میده، چشمش رو تو خودش پیدا میکنه. دردش باید، خیانت به خود باید، با شفقت نداشتن به خود باید بدترین درد باشه تو سیستم. و وقتی نیست، مریضی ایجاد میشه. وقتی نیست، پترن ها و الگوهای تکراری سمی روابط مختلف ایجاد میشه. خیانت به خود، شفقت نداشتن به خود، عاشق خود نبودن، این باید بدترین درد تو سیستمت باشه. وقتی نیست، مخالفش خودش رو جذب میکنه توی دنیای سبودی، انقدر خودش رو جذب میکنه تا بیدارشه. پیچیده است؟ نه، پیچیده نیست، اصلا پیچیده نیست. تکرارش کن، دوباره لایو گوش بده، برای بقیه بفرست، دستیشو برای خرد دست جمعی، بخوا که همه با هم دیگه بیدار شیم، بخوا که همه با هم دیگه یه عالم جدید رو تجربه کنیم. بخوا با تمام قلب، نیت کن. نیت کردن چیه؟ یه فضای توی قلب، یه فضای تو وجود. وقتی که نیت میکنی، یعنی قصد کردی، یعنی مرگ حتی جلوی اون قصد رو نمیگیره، چون انرژی زنده است. مرگ جسمم جلوی اون قصد رو نمیگیره. تکرار کن لایو و دوباره ببین، برای بقیه بفرست، باش صحبت کن، تیم درست کن، با بقیه در مورد صحبت کن تا از پیچیدگیش بیاد بیرون. قربونتون برم. بس دیگه بچه، این هم فضای پشت منه، این هم این گلای شکوفای خوشگل صورتی و سفیده. یعنی دیگه هم اون بره سب کنم، دوربینو میشه اون بره کرد. اینا آخه منم تموم شد. اینجا یه آهنگ جدیدی پیدا کردم، الان برای تو اسکرین‌شاتش میکنم یا میفرستم بهش گوش بدین، خیلی باحاله. همین دیگه. اگه لایوهای قبلی منو میخواییم ببینین، توی تلگرامم، توی یوتیوبم هست، میتونین اونجا ببینینش. خیلی لایو رفتم تا الان. این رو هم برای یه روز توی همیشه توی پیجم سیو میکنم، این رو هم میتونین ببینین، برای بقیه بفرستین. میبوسم روی ماه تک‌تکتون رو. شب و روزتون.